اندکی بعد از صحبت‌های نتورک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا لورا هولگیت، نماینده ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم بیانیه ایالات متحده در رابطه با فعالیت هسته‌ای ایران را قرائت کرد. بیانیه که به هیچ عنوان شدید اللحن نبود و تنها موارد نقض تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی در اونها خوانده می‌شد و از جمهوری اسلامی خواسته می‌شد تا به تعهدات خودش برگرده و تا این حد جامعه جهانی رو تحریک نکنه در رابطه با پرونده هسته‌ای خودش، و از آژانس هم خواسته میشد تا همچنان مصرانه و با موشکافی فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو رصد بکنه. روسیه هم بیانیه خودش رو در نشست شورای حکام قرائت کرد. در این بیانیه آقای اولیانوف از تمامی طرف‌های درگیر در مذاکرات احیا میخواد که به وین برگردند و قطعنامه‌ای که وجود داره رو بررسی بکنن. تفاهم‌نامه‌ای که وجود داره رو، با این همه مشخص نیست که این تفاهم‌نامه‌ای که او از او صحبت می‌کنه آیا همان تفاهم نامه یا توافقی است که آقای بورل در تابستون تهیه کرده بود یا او داره از یک متن دیگه صحبت میکنه. همچنین نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خودش در رابطه با اقداماتی که ایالات متحده میتونه در این یک سال و نیم باقی مانده از ریاست جمهوری آقای بایدن انجام بده گفت که همواره نگاه ایالات متحده بر اقدامات جمهوری اسلامی در داخل، در منطقه و در خارج از ایران هست و در رابطه با مسائل هسته‌ای دیپلماسی راهی است که ایالات متحده برخواهد گزید و ترجیح میده. با این همه این به این معنی نیست که راه‌های دیگر رو در نظر نخواهد گرفت. سمیرا قرایی، وزارت خارجه آمریکا.